سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مراسم معرفی آنتونی رودیگر مدافع آلمانی جدید ریال مادید امروز در برنابو برگزار شد. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی منچستر یونایتد امیدوار است که این باشگاه در تابستان امسال مهاجم جدید را به خدمت بگیرد. فرصت زیاد باقی نمانده و فوتبال هند در حال مواجهه با یک بحران بزرگ است. قرارداد آنتونی رودیگر بازیکن آلمانی و 29 ساله در پایان ماه جون با باشگاه چلسی به پایان می‌رسید و او برای انتقال آزاد به ریال مادید با این باشگاه به توافق رسید. رودیگر ماه قبل آخرین بازی خود با لباس چلسی را در مقابل واتفورد انجام داد و با بدرقه گرم هواداران این تیم خبر جدایی خود از جمع بازیکنان آبی‌های لندن را رسما اعلام کرد. به نظر می‌رسید چلسی تمایل زیاد به تمدید قرارداد با آنتونی رودیگر و حفظ این مدافع ارزشمند دارد، اما شرایط بغرنج اقتصادی این باشگاه در نهایت جدی رخ دادن این اتفاق را داد و مدافع آلمانی چلسی بعد از 4 فصل درخشان لندن را به مقصد مادرید ترک کرد. رئال مادرید تابستان سال گذشته داوید آلابا را نیز به صورت رایگان جذب کرده بود و حالا همین اتفاق درباره آنتونی رودیگر نیز رخ داده است. آنتونی رودیگر بعد از انتقال به رئال مادرید گفت: با افتخار اعلام میکنم که به باشگاه رئال مادرید ملحق خواهم شد. من برای تجربه چالش های پیش رو واقعا هیجان زده هستم و بی‌صبرانه منتظر انجام اولین بازی خود با لباس این باشگاه بزرگ خواهم بود. زنده باد رئال مادرید. مراسم معرفی این بازیکن امروز در سانتیاگو برنابو برگزار شد. او ساعت پیش در تست پزشکی حضور یافت و سپس کنار فلورنتینو پرز رئیس رئال مادرید قراردادش را رسما امضا کرد. پرز بر رودیگر پیراهن شماره 22 را تقدیم کرد تا مشخص شود که او از این پس وارث شماره اسکو در رئال مادرید خواهد بود. گفته میشد رودیگر قرار است پیراهن شماره 12 مارترو را تصاحب کند. رودیگر در نشست خبری پس از معرفه گفت: در رئال چیز مهمتر از کسب پیروزی نیست و رئال یعنی پیروزی. در تاریخ رئال این تیم موفق به کسب جام‌های فراوان شده است و هر اتفاقی بیفتد رئال فقط برای پیروزی قدم در میدان می‌گذارد. خاطره تلخ رویارویی با رئال مادرید به پیراهن چلسی در برنابو، برتری 3-2 ولی حذف از لیگ قهرمانان، بله شب پرتنش و دشواره بود. اولین بار بود که در برنابو بازی میکردیم و پس از اینکه گل سوم را زدیم همه متوجه شدیم که جو برنابو چگونه بسود رئال شد. چیزی بود که باورش نمیکردم. رقابت با داوید آلابا و میلیتایو طبیعی است که در رئال مدافعان خوب و بزرگ حضور داشته باشند و سطح رقابت بالاست، ولی به خودم بالاترین اطمینان را دارم. بسیار هیجان زده و مشتاق هستم. برای رئال خوب است که چند مدافع بزرگ داشته باشد و این رقابت به سود تیم خواهد شد. تفاوت لالیگا با لیگ‌های دیگر، شانس این را داشتم در چندین لیگ مختلف بازی کنم. بوندسلیگا بسیار فیزیکی است، در ایتالیا اما تاکتیک بسیار اهمیت دارد، در لیگ برتر تعداد مسابقات و فشار بازی‌ها بسیار بالاست. در لالیگا اما شکل زیبای فوتبال را شاهد هستیم و فکر می‌کنم تیم‌ها بهتر و شدیدتر پرس می‌کنند. این برای ما چالش هیجان‌انگیز است. اسطوره‌های رئال، بازی‌های رونالدوی برزیلی را به یاد دارم و آن زمان دوست داشتم مهاجم شوم. زیدان و گلی که به لیورکوزن در فینال لیگ قهرمانان زد نیز فراموش نشدنی است. اولین تماس‌ها به سپتامبر 2021 مربوط می‌شود. ریال با مدیر برنامه هایم وارد مذاکره شد، ولی من ماه اپریل 2022 بود که با آنجلوتی صحبت کردم که در تصمیم گیری نهایی من کلیدی بود. همانجا بود که متقاعد شدم به ریال بیایم. من شخصیت غیر قابل پیش بینی دارم. درختن دوست دارم شوخی کنم و بخندم، ولی در زمین مسابقه همه چیز فرق می کند و کاملا جدی هستم. طبعا باید شروع به یادگیری اسپانیایی کنم. تضمین حضور در ترکیب سوی آنجلوتی، من با آنجلوتی صحبت کردم و او به من گفت مرا دوست دارد و من اعتماد دارد و می توانم به این تیم کمک کنم. در سن من همین کافی است. ما درباره آقای آنجلوتی صحبت می کنیم. واضح است که در رئال مادرید رقابت سخت وجود خواهد داشت، اما من آماده ام. الگوی کودکی خیلی هستند، اما اگر مجبور باشم یکی را انتخاب کنم میگویم پپی. او ویژگی هایی دارد که من آنها را دوست دارم. پپی یک هیولا در زمین است و یک انسان بسیار خوب خارج از زمین. سختی بازی در برنابو، وقت عملا میدانستی قرار است به رئال بروی، آسان نبود، اما در آن مقطع هنوز هم مشخص نبود که به رئال خواهم رفت یا نه. من یک حرفه‌ای هستم و در آن زمان هدفم حذف رئال مادرید بود، اگرچه به آن نرسیدیم. صادقانه بگویم برای تمرکز روی بازی مشکل نداشتم. کامبک های رئال در لیگ قهرمانان، آنچه رئال در این لیگ قهرمانان انجام داد چیزی است که من حتی نمیدانم چگونه توصیفش کنم. باور نکردنی، فقط باور نکردنی. واضح است که وقتی فینال برگزار شد از قبل میدانستم که قرار است به رئال مادرید بیایم و دوست داشتم رئال با پیروزی به لیورپول قهرمان شود. من دو فینال را مقابل لیورپول باختم، بنابراین بسیار خوشحالم که رئال مادرید آنها را شکست داد. من واقعا تحت تاثیر قهرمانی رئال قرار گرفتم. این تعریف دقیق رئال است و این که هدفش چیست؟ جام بردن. من میخواهم بخش از این داستان باشم. فشار بازی در تیمی که تازه قهرمان اروپا شده. به هر حال رئال یک باشگاه بزرگ است. میدانم که چه قدم بزرگ در فوتبال هم است و فرد هستم که سعی میکنم از فشار لذت ببرم. من کار را انجام میدهم که دوست دارم و خودم را خوششانس میدانم. این چالش است که دوستش دارم. چرا شماره 22؟ من شماره 2 را دوست دارم، اما این شماره در رئال مادرید متعلق به دنی کارواخال است. در نهایت بین شماره 12 و 22 دومی را انتخاب کردم. این چیزی نیست که زیاد به آن فکر کرده باشم. صادقانه بگویم شماره 22 برایم جالب تر بود. پیشنهاد بارسا، بله از بارسا پیشنهاد داشتم، ولی به ایجنتم یعنی برادرم گفتم یا به رئال میروم یا در چلسی میمونم. رویارویی با دو همتیمی سابقی که احتمالاً به بارسا خواهند رفت، یعنی کریستنسن و آسپلیکویتا، خب نمیدانم چه جواب بدهم. نقل انتقالات معمولاً پیچیده است. البته آسپلیکویتا همچنان بازیکن چلسی است و واقعاً نمیدانم چه جواب بدهم. مقایسه چلسی و رئال، من دوست ندارم که مقایسه کنم. تمام باشگاه‌هایی که در آنها بازی کردم در دوران حرفه‌ای من بسیار مهم بودند.
اینجا در ایال مادید فشار زیاد وجود دارد، اما باید بدانید که چگونه از آن لذت ببرید. امباپه وارد پیشنهاد ریال. درباره امباپه من شخصا او را نمیشناسم و این به خودش مربوط می شود. اولین بازی برای ریال در ال کلاسیکوی دوستانی لاس وگاس. این بزرگترین بازی فوتبال در اسپانیا است. حتی اگر یک بازی پیشفصل باشد ما میخواهیم برنده شویم. من بسیار هیجان زده هستم که در ال کلاسیکو بازی خواهم کرد و این چیز منحصر به فرد است. این بار به جای اینکه آن را در تلویزیون ببینم در میدان خواهم بود. یک سال قبل بود که خبر بازگشت کریستیانو رونالدو بعد از 12 سال با اولترافورد منتشر شد. این ستاره 37 ساله و پرتغالی که در فصل گذشته 24 گل در تمامی رقابت‌ها با لباس یونایتد به ثمر رساند، مهاجم اصلی تیمش پیش از شروع فصل جدید محسوب می‌شود و این اتفاق باعث نگرانی هواداران یونایتد شده است. اما به نظر می‌رسد سران این باشگاه به دنبال جذب یک مهاجم جدید هستند و نام بازیکنان مانند تامی ابراهام از روم و آنتونی از آژاک در این ارتباط مطرح شده است. اما نشریات انگلیسی مدعی شدند اگر یونایتد یک مهاجم بخرد، رونالدو نه تنها مشکل برای دیدن یک رقیب جدید در رختکن ندارد، بلکه از رخ دادن این اتفاق خوشحال خواهد شد. خود کریستیانو رونالدو نیز انتظار ندارد که فصل آینده در تمامی مسابقات لیگ برتر در ترکیب فیکس قرار بگیرد و میداند که رخ دادن این اتفاق ممکن نخواهد. همچنین منچستر یونایتد فصل بعد در لیگ کنفرانس اروپا نیز بازی خواهد کرد و به تردید اریک تن هاگ در بسیاری از مقاطع فصل نیاز به استفاده از سیستم چرخشی در ترکیب دارد. جدایی ادینسون کاوانی ستاره با تجربه و اوروگوئی نیز از این باشگاه قطعی شده و بعد این ترتیب این تیم حداقل به یک مهاجم جدید نیاز دارد تا کریستیانو رونالدو بتواند برای درخشش در مقاطع حساس فصل در برخی مسابقات استراحت کند. اگر آسونی در این ماه 5 گل از میسی دریافت نمی‌کرد، سونیل چیتری مهاجم افسانه‌ای فوتبال هند پس از کریستیانو رونالدو در فهرست بهترین گلزنان فعال بین‌المللی در رتبه دوم قرار می‌گرفت. این بازیکن 37 ساله پس از به ثمر رساندن 4 گل در دور سوم مقدماتی جام ملت‌های یوگوسلاوی 2023 حالا با زدن 84 گل، 2 گل کمتر از ستاره آرژانتینی به ثمر رسانده است. این درخشش به هند کمک کرد که در حسه بازی پیرو شود و برای دومین حضور متوالی در بزرگترین رویداد این قاره قدم بگذارد. با این حال سونیل چیتری کم نگران شده که شاید نتواند در مسابقات شرکت کند. نه به این دلیل که میزبانی ماه گذشته از چین گرفته شده و در حال حاضر میزبان انتخاب نشده، بلکه نگرانی این است که هند ممکن است با محرومیت فیفا مواجه شود. سونیل چیتری در ماه جاری در این رابطه گفت: امیدوارم همه چیز برای ورزش خوب پیش برود و کشور ما محروم نشود. این محرومیت نه فقط برای کل کشور بلکه برای من فاجعه بار خواهد بود، زیرا من 37 سال سن دارم. شما هرگز نمیدانید آخرین بازی برای شما چه زمان خواهد بود. ایگور استیماش سرمربی تیم ملی هند نیز بعد از سونیل چیتری گفت: با افرادی که مسئول فوتبال در این کشور 1.4 میلیاردی هستند بگویید بیدار شوند. اگرچه تیم ملی در حال تبدیل شدن به تیم همیشه حاضر در مسابقات قاره‌ای است، اما فدراسیون فوتبال سراسر هند دچار آشفتگی شده است. در سال 2008 پرافل پاتل جانشین پریو رانجن داسمونسی شد که از سال 1988 سمت ریاست فدراسیون را بر عهده داشت. در این مدت شرایط تیم ملی نوسان داشته و البته امکانات بهبود یافته است، اما لیگ داخلی به دلیل تغییر ساختار در نوسان است. همچنین امضای قرارداد تجاری 15 ساله فدراسیون بین‌المللی فوتبال با ریلاینس در سال 2010 هنوز موضوعی بحث برانگیز است. در ماه مارس وزارت ورزش رأی خود را صادر کرد و بودجه خود را به فدراسیون برای فصل 2022-2023 در مقایسه با رقم 2019-2020 به مقدار 85% کاهش داد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که این امر به دلیل عملکرد ضعیف و نومیدی از عملکرد فدراسیون بوده است. موارد چون شرایط بد رده‌های مختلف سنی و نگرانی‌ها در مورد فوتبال زنان. پس به فدراسیون توصیه شد که روی پایه تمرکز کند و از دادگاه عالی خواسته شد که وضعیت انتخابات فدراسیون را سامان دهد. این به معنای پایان دوره فعالیت پاتل به عنوان رئیس فدراسیون بود. دوره سوم در دسامبر 2020 به پایان رسید، اما در انتخابات جدید که او نمیتوانه شرکت کند برگزار نشد. با گفته پاتل یک مشکل در قانون اساسی وجود داشت که باید ابتدا حل میشد. پس او در سمت خود باقی ماند. در ابتدا امید بود که انتخابات جدید تا پایان ماه جون برگزار شود، اما بحث فعلی مربوط به برگزاری این دوره در سپتامبر است. فیفا ممکن است در این مورد قصد دخالت داشته باشد. سایر کشورهای آسیایی مانند کوویت و اندونزی در سالهای اخیر به دلیل آنچه که هیئت حاکمه آن را دخالت دولت در اداره فدراسیون میدانست تحریم شدند. مقامات فیفا روز دوشنبه از هند بازدید میکنند تا متوجه شوند چه اتفاق افتاده است. دکتر سی قریشی در این رابطه گفت: فکر نمیکنم فیفا مخالفت با انجام این کار داشته باشد. همین حالا نیز برای انتخابات فوتبال خیلی دیر شده است. تیم قبلی بر مسند کار باقی مانده و انتخابات ضروری بود. من در اینجا مشکلی بابت عدم انضباط با قوانین فیفا نمیبینم. ما امیدواریم که فیفا شرایط را درک کرده و با ما همکاری کند، زیرا ما نیز با آنها همکاری خواهیم کرد. در سال 2018 دادگاه عالی پاکستان حکم به برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال داد، انتخاباتی که ابتدا به سود اشفاق حسین تمام شد. پیروزی او هرگز توسط فیفا به رسمیت شناخته نشد و او گروهی را رهبر کرد که در مارچ 2021 به مقر فدراسیون پاکستان در لاهور یورش بردند و کمیته عادی سازی فیفا را بیرون انداختند. هرج و مرج و البته محرومیت همچنان پابرجا مانده است. شرایط هند با پاکستان متفاوت است. آنها عاشق فوتبال هستند، اما تقریبا از رادار فوتبال آسیا افتادند. با مدیران خودخواه و یک تیم ملی که در 7 سال 7 بازی انجام داده است و از سال 2019 به میدان نرفته است، فیفا چیزهای بیشتر داده است. حضور جیون اینفانتینو در دهلی نو یعنی مانند سپ پلاتر در گذشته شرایط سرمایه گذاری بیشتر را فراهم کرده است. اتفاقات اخیر ضربه به اعتبار فوتبال هند است، اما در مقایسه با محرومیت فیفا چیزی نیست. البته صدور چنین حکم بعید است، اما هیچ کس نمیخواهد اوضاع به درازا انجامد.
با انجام اصلاحات اساسی در رقابت‌های داخلی و تصمیم‌گیری درباره محل برگزار جام ملت‌های آسیا 2027، اکنون زمان آن است که مسئولان به گفته استیماش عمل کرده و بیدار شوند. زیرا در غیر این صورت تنها برنده در این وضعیت میسی خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.